دوستان عزیز برمیگردیم با رقابت مرحله چهار یک نهایی، جایی که ورزشگر تاجیک پس از چند لحظه هنرنمایی را شروع خواهد کرد در مقابل اینال تسایف. پس از همین نوارهای تدریجی که تماشا میکنیم دوستان عزیز، برمیگردیم با رقابت تیمور رحیموف که واقعا به صبرانه انتظارش بودیم در مرحله چهار یک نهایی. همان طور که گفتیم، یعنی ورزشگر شکست ناپذیر وجود ندارد خلیب که در ورزش. تیمور رحیموف با اطمینان همان والایی که داشت در دو رقابت اول، به همان اطمینان در مقابل این تصویف استاده است. کمیکتای مورد نظر، کمیکتای بالایی را بسیار خوب گرفت، ولی ایستاد، توقف کرد یک لحظه. باید حرکت کرد، اصول اجرا کنه. و یک حرکتی جذاب ببینید، باز همون اشی هرای و شیمی وازا. چرا اینجا قوزموی من شد؟ چون که برای از دندون گذاروندن همون جمعه ورزشی این مته داده میشه، ولی امکانیت بود برای وزار اگر توب نقص دون. این نال تصویف هم اکنون ببینید که اگرچه غرور مندانه بود، ولی این بار احساس میکند که شاید یک جوانی در حال طلوع رشد کرده پیش رو دارد. به همین ترتیب جفتی گریبان حریف رو محکم داشته است و باز با همون سمتی چپ دست از من دست بود قبط و اصول اجرا کن یا یو چی ماتا علی کرا بود را علی که درونی و با پیش، چون استودن در کار نیست. تصویف همین اصول استفاده میبرد. ببینه در مقابل تیمور رحیموف هر ورزشگری که استوده است احساس میشد که او خسته باشد. او نیز قپیده استوده است، کار نمیکند در مقابل تیمور رحیموف. این ورزشگر شید و دوده شود، چون ولی تیمور باید کوشش کند که حرکت اجرا کند. و هر دو ورزشگر اگر اینجا کردی ضرب دهند شاید. بله، هر دو ورزشگر از سبب کم فاول بوده، یعنی یکون حرکت اجرا نه. شما چی گمان میکنید؟ این حرکات تاکتیکی سود بخش است برای تیمور رحیموف؟ بله، چون که امکانیت است، ولی دو تا شیلو نیستند، ولی حرکت کردن در کور. باز یک پرتوف زیدی حمله رو هم خوب با کور گرفت، بسیار خوب، اما دستش بله، احساس میکند که دستش اصولی دستش کسیب دیده باشد. و این چی بگم، این بانگ خوش نیست نه؟ بله، بله. تیمور رحیموف ادامه میدهد و اگر همین حرکات تاکتیکی باشد، یک نوع حالت نفس روز کردن، تازه آره. نفس گرفتن و بعدا باز همان غرور و باز همان شجاعت و دلیری را در مقابل همین اینال تصایف هم بکشد. اگر در مرحله نیمه نهایی ببینیم تیمور رحیموف، البته شانس بسیار است، چون بله. پیشتف است و قد و قامت حرکت. بله، من گمان میکنم یعنی این کوزموین اگر بر گلدن سکو برسد شاید باز وقتی تیمور رحیموف بله. بله، باز امکانیت بسیارتر است برای تیمور، چون بسیار از جهت نفس کشی تیمور تیار است، ولی استودن در کار نیست، دست قپیدن در کار، چون این دفاع است برای دو دست. باید ببینید زیدی حمله همون اصول بله. دوست داشته که گفته دارد این تصویف اجرا کرد، ولی خوب دفاع خوب هم داشت بله. تیمور رحیموف دیم شیدو، چون در دفاع است همیشه بیشتر در دفاع بود، می قپید و دفاع می باید حرکت کرد که همون اصول پو یا یکون اصول اجرا کند، ولی البته باید استودن حاضر در کار نیست، حرکت یک دقیقه دیگر و چی مطای جزو تو آخر نرسد تو خیر. چرا حریف رو همینجا همون کوزیشی گفته، یعنی همون تعدود رو برآورد، ولی تو آخر نتوانست همون دستی حریف. خستگی تصویف هم میبینیم او هم خسته شده است و روحی نفس کشی، یعنی تیمور رحیموف خوب به نظر میرسد. تیمور نقصتر تایوری دیده است، سونیه های پایانی هست، جفتی گریبان حریف مدی نظر، یک اصول ضربه هایی باید دفاع نکند، نشد این بار نشد، پیشتف است حریف، او پیشتف است. البته تیمور باید حرکت کند، یکان اصول تیمور هم امروز قدرتمندانه و با شجاعت و دلیری در مقابل ستاره های جدا
یک پرتوبی جانانه همان اوچیمت اگر صورت بگیرد واقعا باز هم ها در هیجان انگیزی این مسابقات کور تاریخی خواهد شد. تیمور رحیموف در ثانیه های پایانی وقتی اساسی حرکت ضربه های اشی هره بار دیگر و این بار اکنون باز گلدن سکور رو خواهیم دید. 5 ثانیه دیگر تیمور رحیموف در فرم ایدئالی خود قرار دارد. باشد که این و اینال تصایف اکنون اون قدرت پیشترش نیست. بله گلدن سکور و همون طور که گفتیم گلدن سکور برای ورزشگر ما شانسی بسیار خوب خواهد بود. در صورت یک وزن میتوند برای یک پرتو در کور است که تیمور اجرا کنه. تیمور باید احتیاط کنه نباشد از اصول حریف نگریزد. اوچیماتا باز اما این وزن است گل برعکس شد از جهت توب دادن تیمور و اصول تیمور استفاده رو استفاده کرد. متاسفانه در روخوری های تسلو بخش بله تیمور روخوری های تسلو بخش میافتد. بله ولی به هر حال سه رقابت گذران امروز تیمور رحیموف بسیار خوب هنرنمایی کرد. بلند است نتیجه بلند است و